درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه اول مرداد ماه، همونجوری که مشاهده میکنی شاخص کل تقریبا تا اون نیم ساعت آخر رو خوب طاقت آورد و در نهایت اگر که امروز پالایشی ها در بازار اینقدر منفی نمیخوردن، شاید همین 0.3% منفی رو هم شاخص کل نمیخورد، ولی فعلا شاخص کل 0.3% منفی شد. نمادهای کوچکتر عملکرد بهتری رو داشتن، مخصوصا فرابورسی ها. شاخص کل هموز همونجوری که میبینید 0.3% مثبت، فرابورسی ها هم 0.3% مثبت کار خودشون تمام کردن، ولی صنعت با 0.5% منفی میشه گفتش که بدترین عملکرد را داشت. همونجوری که مشاهده میکنید فرآورده های پالایشی و نفتی روز خوبی را امروز پشت سر نگذروندن و اغلبشون با مقدار زیادی منفی کار را به پایان بردن. همونجوری که مشاهده میشه پالایشی ها بخش پتروشیمی ها هم تقریبا میشه گفتش که هنوز قرمز زیاد دارن داخلشون، ولی امروز سبز ها هم پدیدار شدن در نقشه. شاید بتونیم بگیم تعداد سبز ها و قرمز ها تقریبا یکسان هستش. توی بقیه گروه ها هم امروز اوضاع خیلی بد نبود، حالا نمیتونیم بگیم خیلی هم عالی بود، ولی در هر حال خیلی هم بد نبود و امیدواریم که حداقل مرداد بتونیم یه بازگشتی را داشته باشیم. شاخص کل فعلا روی عدد 1,976,000 مونده و احتمال داره که باز هم روزهای آینده بتونه به سمت بالا حرکتش را انجام بده. هفته گذشته سه شنبه بود که در حالی کندل سبز خوب را مشاهده کردیم، همونجوری که میبینید یک شنبه هفته پیش یک کندل قرمز خیلی بزرگ را داشتیم روی شاخص کل، که خب خوشبختانه این هفته این اتفاق نیفتاد و حتی برای شاخص کل هموز میبینید که کندل تا یک کندل کوچک سبز هم به نوعی به جا مونده. در حال امروز شایعاتی بود در ارتباط با اینکه عشقی قراره که از سازمان بورس بره برای چندمین بار و با قرمز پوشی بازار. دوباره شایعاتی مبنی بر برکناری رئیس سازمان بورس مطرح شده، ولی در حال در حد شایعه هستش فعلا و البته به نظر من توی این 3-4 تا رئیسی که تقریبا از سال 99 تا الان داشتیم عملکرد عشقی از همه بهتر بوده. یعنی حالا من نمیگم خیلی عمل کرده خوب و عالی داشته، ولی خب نسبت به اون قبلی ها خیلی بهتر کار کرده دیگه. دوم این که مگه تقصیر این بابایی که قرمز شده، اون کسی که به صلاح این کار را انجام میده، یعنی اون رانته اینقدر قوی هستش که در حال فکر نمی کنم آقای عشقی بتونه در برابر اونها تحمل طاقت بیاره و به قول معروف مقاومت بکنه. بایستی از جای دیگه کارها درست بشه، وگرنه عشقی خیلی هم توی قرمز شدن بورس فعلا نقشی میشه گفت نداشته. البته گفته شده که قراره که محمد فتانت فرد بیاد و این عهده‌دار این مسئولیت بشه، ولی در حال احتمال داره که این شایعه درست نباشه. اولا که اون آقای فتانت فرد ایران نیست، دوما که جلسه شورای عالی بورس روزهای سه شنبه برگزار میشه نه روز شنبه، و در هر حال اتفاقاتی هم تو دوره اون آقای فتانت فرد در بورس رخ داده که به نظر میرسد ایشان دوباره به سازمان بعید به نظر میرسد ایشان دوباره به سازمان بازگرد. در حال اینجا جایگزینی با آقای فتانت فرد یه جورایی بررسی کرده، ولی خب حالا احتمالش هم هست بالاخره برای اینکه بخواد از سر خودشون باز بکنن اتفاقاتی که افتاده و به نوعی رانت بخواد کار خودش رو پیش ببره، بالاخره بیاد و آقای عشقی رو هم از این سمت برکنار بکنن. ببینیم که روزهای آینده یا این شایعه قدرت میگیره یا نه. ارزش معاملات خوب نیست، 4000 میلیارد تومان. همچنین سرانه خرید و فروش هم به هم خیلی نزدیک شده امروز، 22.1 در برابر 21.2. مشاهده میکنید که هنوز روند خروج پول حقیقی
از بازار ادامه داره و امروز هم 203 میلیارد تومان از بازار به نوعی خارج شده و در هر حال با این قیمت‌های خوب و به نوعی میشه گفت قیمت‌های کف سه ماهه، کف یک ماهه، قیمت‌هایی که نسبت به سال 99 تو برخی نمادها بسیار برای خرید مناسب هستن، کماکان خروج پول حقیقی داره احساس میشه. ولی به محض اینکه ورود پول را دیدیم، به نظر من دوستان میتونن برای به اصطلاح پله دوم خودشون اقدام داشته باشن. البته این را هم در نظر داشته باشید که خبر هم خیلی مهمه. هنوز شاید این خبرها، خبرهای خوب و بد، بالاخره بتونه سرنوشت را به نوعی تغییر بده. الگو ساعتی 5 نماد داریم: فقدیر و اعتبار، ددام، قپیرا و سفار. 5 نماد الگو ساعتی ما هستن که خب تعدادشون خیلی جالب نیست و بالاخره انتهای بازار امروزمون هم خیلی جالب نبود دیگه. یعنی بعد در شاخص کل بخوایم اینو نگاه بکنیم، صنعت هم اینجوره. تا تقریبا اون ساعت 12 خوب اومد جلو، ولی 12 بعد اون نیم ساعت یا 11 و نیم، اون نیم ساعت یک ساعت آخر یه مقداری بازار خراب شد تو بسیاری از نمادها، البته نمادهای کوچک نه، منظورم فرابورسی و کوچیکا نیست، ولی توی صنعتی ها این اتفاق در حال افتاده. الگو ساعتی هامون هم تعدادشون خیلی جالب نیست. البته در طرف مقابل هم 6 نماد داریم که آخرین قیمتشون از پایانی بیش از 3% کمتر هست، که لیست این 6 نماد رو هم مشاهده میکنید. حالا با توجه به اون شکلی که روی نمودار داشتیم، اینجا هم تعداد نمادها زیاد نیستن و خب اون شکله یه جورایی وانمود میکرد که انتظار میرفت اینجا تعداد بیشتر از تعداد 6 باشه. خب آمار خوب بازار امروز اینجا رقم میخوره، جایی که تعداد 29 نماد رو مشاهده میکنید که با الگوی پوشای سعودی امروز مواجه شدن و کندل سبزی که امروز زدند، میشه گفتش که به صورت کامل کندل دیروزشون را پوشش قرار داده و خب از نظر تعداد با این درصدی که داریم مشاهده میکنیم، یعنی 0.3% منفی برای شاخص کل و 0.3% مثبت برای شاخص کل هموز، تعداد خیلی خوب هستش. یعنی 29 تا میشه این امید رو به ما میده که این نمادها فردا هم بتونن یک روند صعودی را داشته باشن، مخصوصا وقتی که بدونیم در طرف مقابل تنها 3 نماد بودن که الگوی پوشای نزولی را برای خودشون امروز به ثبت رسوندن. همچنین امروز 9 نماد با ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره صبحگاهی مواجه شدن که اینها هم از نظر تعداد میشه گفتش که تقریبا آمار خوبی محسوب میشه. خب 32 نماد داریم که کماکان دارن با کندل‌های قرمز جلو میرند و این 32 نماد 3 کندل قرمز متوالی یا بیشتر را به ثبت رسوندند. چون که مشاهده میکنید، البته خب تعدادشون نسبت به هفته گذشته کیوی این رفته بود بالای 2300 تا خیلی کاهش داشته، ولی در نهایت انتظار ما این هستش که این فیلتر زودتر قطع بشه. و در طرف مقابل 6 نماد رو مشاهده میکنید که امروز با 3 کندل سبز متوالی همراه شدند. امروز 2 نماد شبریز و رمپنا با حجم معاملات 4 برابر بالاتر از حجم 20 مواجه شدند. تو شبریز در منفی یه جورایی خیلی خوب بوده امروز و همونجور که میبینید آخر کار هم تقریبا با 7% منفی کار خودش را تمام کرده و در حال فروش زیادی را با منفی امروز داشته. صفحه خریدی هامون تعدادشون 30 نماد هست که خب اسامیشون رو مشاهده میکنیم و در برابر 20 نمادی که امروز صفحه فروش را داشتن، میشه گفتش که اینجا هم تقریبا آمار بهتر هست. این هم لیست اون 20 نمادی که امروز صفحه فروش داشتن، مشاهده میکنید.
سه نماد در آستانه صف خرید هستند و پنج نماد در آستانه صف فروش دیده میشند. امروز 21 نماد هم صف خرید را به نوعی تاچ کردند ولی در نهایت نتونستند در صف خرید باقی بمونند. اما خب اغلبشون مثبت‌های خوبی را به جا گذاشتن، به غیر از اون دوتا مواد غذایی قشهتاب و قشهت که تقریبا حدود صفر برگشتن، منفی نشدن، ولی خب بقیه میبینید که با مثبت‌های خوبی کار خودشون رو به پایان بردن. در طرف مقابل هم 14 نماد مصرف فروش را تاچ کردن ولی صف فروش باقی نموندن. ناما حتی 57% مثبت شده، قشهت هم 11% مثبت، قچهار 73% مثبت و اینها نمادهایی هستن که از صف فروش به یه مقدار کوچیک مثبت هم رسیدن. حالا از تعدادی تعداد خریدی هامون در بیشتر هستش نسبت به تعداد فروشی ها و صف فروشی هامون. اینجا هم صف خرید تاچ شده بیشتر از صف فروش تاچ شده هستش، یه مقداری بیشتره، نه اونقدری که بگیم خیلی اوضاع امروز عالی بوده، ولی تقریبا همین تعادله اینجا هم دیده میشه. تعادل تا خیلی کم، در 20% بگیم به نفع سبزها امروز تمام شده بازار و امیدوارم که این قضیه ادامه دار باشه. البته ارزش دلاری بازار نسبت به دیروز خیلی تفاوتی نداره، همون 189 میلیارد دلار هستش و امیدوارم که روزهای آینده این قضیه بتونه برگرده و مجددا ما به بالای 200 میلیارد دلار بتونیم جهش داشته باشیم. البته نرخ بهره بانکی هم بین بانکی هم با 400% مثبت به 23.5% رسیده که خب حالا هرچقدر این نرخ بهره بالاتر بره این به زیان بورس هست. مدیر عامل ایران خودرو امروز گفته که قطع یقین، یعنی حتما شورای رقابت قیمت‌های منطقی به ما خواهد داد و قیمت‌های ما باید افزایش پیدا کنه. این قیمت‌های ما رو بدن به صورت 3 ماهه، اگه بدن هم قیمت سهام ما بالا میاد که حالا این قسمتش برای ما مهم هستش، در حال اگر که قیمت‌هاشون افزایش پیدا بکنه قیمت سهامشون میتونه افزایشی باشه. البته در طرف مقابل قانون واردات خودروهای دست دوم ابلاغ شده که حالا باید ببینیم این قانون تا چه اندازه میتونه روی قیمت خودرو تأثیرگذار باشه. خب کماکان میبینید که 176 نماد در کف 3 ماهه خودشون قرار دارن و خب اغلب نمادها شاید برای خرید مناسب باشن. تا فرآورده‌های نفتی احتمال افزایش نرخ خوراکشون وجود داشته، این یکی از دلایل افت شدید این قیمتی بود که امروز اینا تجربه کردن و خب شاید بخوان همون مسیری که پتروشیمی ها رفتن رو برن. فعلا با اونها کاری نداریم ولی میبینید تعداد نماد زیاد تو استخراج کانال فلزی داریم، توی فلزات اساسی داریم، توی خودرویی هم که خب حالا خودرویی هم از تکلیفشون تا یه حدی مشخص بشه قیمت گذاری ها، ولی ها من دارم لیست رو به شما نشون میدم که ببینید بسیاری از نمادها هنوز برای خرید مناسب هستن و بسیاریشون هم با وجود اینکه قیمتشون به کف 3 ماه رسیده، نگاه کنیم مثلا توی این بیمه بازنشستگی ها بنو و همچنین تعاون ببینید دیگه 5 منفی هم امروز خوردند، یعنی قیمت ها تو کف ماهیانه، تازه منفی هم بخورید. داره توی دارویی ها هم همین اتفاق برای هجرت و دتوزی افتاده. توی پتروشیمی که خب البته زیاد داریم پتروشیمی ها، ببینید با این اتفاقی که اردیبهشت ماه براشون افتاده تو نرخ خوراک تعدادشون زیاد شده، مواد غذایی هم تعداد زیاد شده و هنوز برخی از نمادهاشون دارن منفی میخورن و به سمت پایین حرکتشون رو بیشتر ادامه میدن که شاید در روزهای آینده اینها هم به جمع نمادهای جذاب برای خرید بپیوندند. قند و شکری ها رو مشاهده میکنید، چند نماد دارن، رایانه فعالیت های وابسته هم چندی نماد اینجا دارن که به کف 3 ماهه رسیده، همچنین کانی های غیر فلزی و عرضه برق، گاز، بخار، آب گرم، ماشین آلات
دستگاه برقی کاشی سرامیک رو هم که مشاهده کردید. خب امروز دمادهای لطیف فرود و پیپاد با حجم خوب خریدار در منفی مواجه بودند. 23 نماد الگوی اشتیاق خرید با کندل سبز و خریدار داشتن که نسبت به حالا چند روز گذشته اینجا افزایش تعدادی را در این فیلتر هم مواجه شدیم و خب میشه گفتش که در مجموع اگر امروز اون آخر بازار نیم ساعت یک ساعت آخر بازار اینجوری خراب نمیشد، شاید خیلی امیدوار میشدیم برای فردا که روند افزایشی فردا ادامه دار باشه. حالا بیشتر امیدمون به این نمادهای کوچک بازار هستش، یعنی احتمال اینکه شاخص کل هموز فردا بتونه روند مثبت خودش رو با این نمادهایی که الان مشاهده میکنید ادامه بده در حال زیاده. دو نماد سمسکن و پیست هم سیگنال اشتیاق خرید دارند. خب تشکر از دوستانی که برای ما کامنت گذاشتن. آقای مجید غلامی، آقای محمدرضا میگن من 16 روز قبل پورتفوی پدرم را فروختم، از پورتفوی خودم 30% از اون سالا کم شده. با پورتفوی پدرم اون روز 3 تا ارز دیجیتال خریدم که واسطه انتقال ترون خریدم، نصفش رو تبدیل کردم نصفش، امروز ترون ها رو فروختم، 14% هم سود فقط روی ترون داشتم. که خب البته بالاخره بازارهای مالی همینجورن دیگه، یه موقعی بازار ارزهای دیجیتال بهتر از بورسه، بعضی وقتا موقعا بازار بورس بهتر از ارز دیجیتاله. در حال نمیشه این گونه مقایسه کرد، شما میتونید بهترین روش اینه که بالاخره شما توی همه بازارها، یه موقع بازار طلا خوبه، یه موقع بازار ملک خوبه، شما بالاخره توی همه بازارها دستی بر آتش داشته باشید از همه حالته بهتر هستش دیگه. حالا احتمال داره که مثلا بورس هم یوی را بیفته، مثلا از همین فردا یو 40% بیاد بالا، این هم هست دیگه. باز دوستمون آیدی اعظم پرچم گفتن که چرا همه چی چند برابر بالا میره، نرخ دلار هم بالا رفت، اما شرکت فولادی و پتروشیمی نمیخواهن نرخ گاز از سال 99 حالا و شاید از سالهای قبل تا حالا نمیخوان گاز از 5000 تومان به 7000 تومان بالا ببرن، اینجوری میشه و حقوقی ها میان بازار رو میفروشن خراب میکنن. خب یکی از دلایلش اینه که ببینید در ارتباط با این شرکت های فولادی یا پتروشیمی یا بقیه شرکت ها محدودیت قیمت فروش هم در نظر بگیرید که هست، یعنی فقط محدودیت نرخ خوراک یا قیمت تولید نیست، مثلا همین قانون دستوری بودن شورای رقابت برای فروش خودروها. ببینید همین الان دیدید دیگه، الان مدیر شرکت خودرو میگه که خب بالاخره ما داریم الان با ضرر میفروشیم، بایستی افزایش بدن، اگر افزایش بدن قیمت فروش ما رو، فعلا اصلا به خرید کاری نداریم، به فروش کار داریم، اگر قیمت فروش ما رو ببرن بالا قطعا قیمت سهاممون هم رشد پیدا میکنه. خب اینجا هم همین جوره دیگه، ما ایاتون میشه چند وقت پیش بررسی کردیم سوداوری شرکت های پتروشیمی را که الان اگر نرخ خوراکشون بیاد مثلا 7000 تومان بشه، اون حاشیه سودشون خیلی کم میشه به خاطر اینکه قیمت های فروششون به اون نسبت افزایش پیدا نکرده. شما مثلا الان دلار به قول شما چند برابر شده، یه حداقل دو برابر شده، بعد می نگاه میکنیم مثلا قیمت فروش اینا 20% گرون شده، خب الان این 80% تفاوت را اینها بایستی یه جورای جبران بکنن دیگه. خیلی خب، حالا میگن که آقا صرفه جویی میکنیم 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 بالاخره بتونیم اینو جبرانش بکنیم، و از اون طرف میگن که خب ماده اولیتونم الان مثلا 40% 50% مثلا 20% یه درصدی دیگه، تقریبا 40% میشه دیگه، 40% گرون میشه. این میگه آقا جون من سودم 80% کم شده، و حالا شما 40% داری اونو زیادش میکنی، خب پس چی دیگه، دیگه اصلا سودم صفر میشه یا اصلا چیزی نمیمونه. کلن اگر که اقتصاد دستوری بره کنار، شرکت ها بتونند نرخ محصولات خودشون رو به قیمت واقعی بفروشن، از اون برم نرخ
همون گازی که شما دارید اشاره بهش میکنید هم به نرخ واقعی بهشون بدن، همه چیز واقعی باشه، خب از این مشکلات کمتر به وجود میاد. ولی خب وقتی اقتصاد ما اقتصاد دستوری هستش، این مشکلات زیاده دیگه. یعنی از یه طرف هم نرخ خرید هم نرخ فروش اینا همه با دستور داره برای اینا رد و بدل میشه و خب یه مشکلات این شکلی داریم. آقای امیر میگن که اگر یک شنبه منفی بخوره یا منفی توپل بخوره، پله اول را خرید میکنم، که خب در حال این اتفاق فعلا نیفتاده و بالاخره شاید هم نیفته. حالا من نمیتونم بگم که قطعا میفته یا نمیفته، چون میگم خبرها اینجا خیلی مهم هستش. توی این هفته شاید یکی دو تا خبر خوب بتونه اوضاع را خوب برگردونه. خب آقای محمد رضا اشاره میکنن به فروش کامیون ها در بازار بورس کالای دیروز که 10 تاش فروش رفته و بر بقیهش هم خریدار دیروز نبوده. مجدداً آمریکا 3 تا از بانک های عراق هم توبیخ کرده به خاطر اینکه دلار به ایران فرستادند. آقای سعید میگم من که دیگه از همه ناامید شدم. البته خب آقای سعید هیچ وقت ناامید نباشید، بالاخره در ناامیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است، بالاخره بورس هم راه میفته، اینجوری نیستش که همیشه اینجوری بمونه. تشکر از آیدی یوزر. آیدی کافه خودرو میگن که من گفتم شاخص تا 1,850,000 هم پایین میاد و مهر تا مهر قراره که این قضیه طول بکشه، که خب امیدوارم واقعا اینجوری نشه و هنوز هم ما امید را داریم که برگرده. البته خب ببینید یه جایی وایساتیم که یکی دوتا خبر هم این وریش میتونه بکنه هم اون وریش. اگه مثلا دوتا خبر بعد فهمی فردا بیاد، این چیزی که شما میگید دیگه به مهرم وصال نمیده، مثلا همین هفته اتفاق میفته. این جایی که ایستادیم خیلی جای خطرناکی هستش. امیدوارم که واقعا یه مقداری مسئولین این هفته بالاخره خبرهاشون رو سنجیده تر بیرون بدند. آقای داوود هم یه اسم جدید برای بورس رو میگوشه، به جای بازار گاوی و خرسی بفهمیم که یه بازاریه که سرمایه قشر حقیقی را میبلعه. آقای حسن میگن مقصر رئیس فرهنگ و ارشاد گیلانه، که حالا نمیدونم چرا. البته یک دو جا دیگه من دیدم راجع یه شخصی وزارت گیلان یه حرفایی زده بودن، خیلی واقعیتش توی اخبار نبودم که ببینم چه اتفاقی افتاده و حالا چرا ایشون میگن که این آقا مقصر هستش. آقای مهران هم که میگن به همه شک دارم، خودم و خودت و خودمون، که خب واقعا به شما حق میدم در این شرایط. آقای مهدی هم هشدار میدن نسبت به سهام هایی که پروژه شدن و میگن خیلی مواظب باشین، یهویی خالی میکنند و صف فروش میشه، که خب البته همیشه این اتفاق شاید بیفته. در حال آقای علی وایت میگن تا تحریم حل نشه اقتصاد ما بیماره، که البته ما قبلا صحبت کردیم، من خیلی واقعتش به تحریم اعتقادی ندارم شخصا. یعنی فکر میکنم که بیماری اقتصاد ما به خاطر چیزهای دیگری است و اگر که یه مقداری مسئولین داشتیم که کارآمدی بهتری داشتن، خیلی تحریم اثرگذار نیست و یه سری مثلا اتفاقاتی میفته که ربطی به تحریم نداره. مثلا بعد اینکه یه شرکت شپنا بیاد بگه که بعد از مثلا 4-5 سال ببخشید ما همیشه گزارش میدادیم که سوداور هستیم، یهویی میگیم بعد از 4-5 سال نه آقا سوداور که نبودیم، هیچی زهرم کردیم، خب چه ربطی به تحریم داره؟ هر شرکتی بایستی هر 6 ماه یه بار، هر ماه هر 6 ماه یه بار، هر یک سال بیلان منتشر بکنه، سود و ضرر منتشر بکنه. این که حالا چه کسی اینجا مخفی کاری کرده، این را منتشر نکرده، چه اتفاقی اون وسط افتاده، یا مثلا پارسال در ارتباط با فولاد اومدن گفتن که آقا این قضیه اختلاس شد، یا مثلا در اتفاق با اون اتفاق میفته میان میگن که آقا اینجوری شده، خب اینا چه ربطی به تحریم داره؟ مثلا همین نامه که بیرون اومد
که 18 اردیبهشت بالاخره 17 اردیبهشت امضا شده بود، چند تا وزارت خونه، بعد 50 رو بعد به دست سهامدار رسید، خب چه ربطی به تحریم داره؟ اگه واقعا می‌خواستن نرخ خوراک رو افزایش بدن، خب همون روز بس نامش رو اعلام می‌کردن، بالاخره سهامدار تصمیم می‌گرفت بفروشه یا نگه داره. ولی وقتی مثلا ما عملاً می‌بینیم که به صورت رانتی داره این وسط عمل میشه، خب اینجا دیگه اون اعتماد از بین میره. وقتی اعتماد از بین بره، خب دیگه واقعا نمیشه در تجارت و در اقتصاد، در داد و ستد، یه پایه یه کار اعتماده. شما وقتی از سوپری سر کوچه‌تون هم میرید داد و ستد انجام میدید، مثلا یه سطل ماس میخرید، بهش دارید مثلا یا نمیدونم الان ماس چنده، 40 تومن 50 تومن 60 تومن 100 تومن هر قیمتی هستش، درسته پول دارید میدید و موقع جنس رو هم دارید تحویل میگیرید، ولی دارید اعتماد میکنید به حرف اون که میگه مثلا این ماس تازه است، این ماس مثلا مال 5 ماه پیش نیست، این ماس ترش نیست، این ماس مشکل نداره. پس ببینید درسته که پول رد و بدل میشه، ولی اعتماد هم هست. شما به اون سوپری اعتماد میکنید که جنساش تازه است، این ازش میخرید. حالا هر جایی اعتماد متفاوت، شما اگر که مثلا این اعتماد رو نداشته باشید، اگه یه بار برید یه ماست از اون بخرید، ماست خیلی ترش باشه یا گندیده باشه، یا حالا پولشو داده باشید و اونم بگه نه آقا همینه که هست، من که توی ماست نبودم. چون اتفاق من یادم یه زمانی مثلا من نوجوان بودم، مثلا شاید 10-12 سالم بود، رفتم یه کالای خرید کردم برای حالا یکی از آشناهامون، بعد حالا اون خراب بود، داخلش تا آورد مثلا فاسد شده و خراب بود. بعدش رفتم اونجا، اون فامیل ما هم حالا اون روز مهمون ما بود، گفت مثلا برو اینو برای من بخر بیا. رفتم به اون سوپری سر کوچه‌مون، گفتم ببخشید آقا من اینو خرید کردم رفتم، این الان نگاه کنید خرابه. خیلی من یادم با لحن بسیار بدی برگشت، گفت مگه من توی این بودم که بدونم این چه جوریه؟ من همینو فقط میفروشم، همینجوری به تو میفروشم، بردو برو دیگه. و من یادم این کاری که ایشون کرد، دیگه من هیچ وقت سراغ اون سوپری نرفتم که ازش خرید بکنم، در حالی که خب حالا شاید بقیه کالاهاش اینجوری نبود و قبلش هم زیاد میرفتم، ولی دیگه یه حالت بدی توی ذهن من شکل گرفت، مخصوصا با برخوردی که ایشون با من انجام داد، که دیگه حاضر بودم مثلا دو سه تا کوچه اون طرفتر برم، مثلا 200 متر 100 متر 200 متر پیاده بیام برم چیزایی که مثلا خونه مامانم میگفت برو بخر بیا، برم از اونجا بخرم بیارم براش. و بهش هم گفته بودم، این یه همچین حرکتی کرد مثلا اینجوری، دوباره مگه من توی این بودم وقتی که خراب بوده؟ میتونست به نحو دیگه هم بگه دیگه. در حال اعتماد من از بین رفت، اینو میخوام بهتون بگم، در یک معامله کوچیک همون اعتماد از بین رفته و خب این اتفاقات بالاخره میفته. آقای امیر میگم برای مشترکین خرید زدین؟ فعلا که نزدیم این هفته، حالا شاید فردا بزنیم ببینیم. امروز یه ذره آخر کار بد نبود، باز گذاشتم ببینم که چی میشه، بالاخره فردا پس فردا چه اتفاقاتی میخواد بیفته، بعد شاید بخرم فردا. آیدی MTM میگن که به زودی بازار سرمایه حمایت میشه، به موقع حامیان محترم تشریف میارن و فی سبیل الله در کف سهام را جمع میکنن. احتمالا همون حامیانی که 17 و 18 اردیبهشت خوب خالی کردند و پولا را نقد کردند، به زودی بالاخره میان در کف خرید میکنند. البته خب این یه اصل تو بازار مالی ها، همه دوست دارن تو سقف بفروشن، تو کف بخرن. ما مشکلمون با این قسمتش نیست، ما مشکلمون اینه که چرا رانت بایستی این اطلاعات را داشته باشه به صورت مثلا خیلی سازمان یافته. باز دوست دیگر میگن که با این اوضاع بازار مدت زیادیه که از خرید نماد دست کشیدیم و به خرید ارز اولیه بسنده کردیم. خب تشکرم میکنم از بقیه دوستان که برامون کامنت گذاشتن، به علت کمبود وقت نمیتونیم همه کامنت ها رو بخونیم. قیمت دلار هم کماکان در همون حدودای 48 تومنه، کانال 48 تومن البته 2300 تومن امروز پایین اومده، سکم حدود 300 تومن پایین اومده، به کانال 26 میلیون تومن فعلا تنزل کرده و 26 میلیون 900 فعلا داره معامله میشه. بازارهای جهانی هم که امروز تعطیل هستن و خب باید ببینیم که فردا اوضاع دلار جهانی چه اتفاقی براش میفته. بیت کوین هم مجددا موفق شده که کانال 30,000 را امروز پس بگیره و اون هم منتظر
قیمت دلار برای فردا قطعا میمونه. ممنون از توجه شما، منتظر نظرات خودتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.